Hey guys, what's up? امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. اکتیو دیو هستم و با یه ویدیوی معرکه برگشتم پیش شما. رفقا توی این ویدیو قراره خیلی قشنگ، خیلی زیبا بهتون یک روشی رو یاد بدم که بتونید هر چه سریعتر و توی کمترین زمان ممکن جذر دوم هر عددی رو یا همون رادیکال هر عددی رو محاسبه کنید. این روش فوق‌العاده است. این روش بی‌نظیره. محال ممکنه تا الان این روش رو جای دیده باشید. پس خیلی سریع بریم و برگردیم که این ویدیوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. So, let's do it. خیلی خوش اومدید رفقا، امیدوارم که این ویدیو براتون فوق‌العاده جذاب باشه و فوق‌العاده لذت ببرید و اطلاعات خوبی رو بهتون بده. قراره توی این ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری بتونیم توی کمترین زمان ممکن جذر و ریشه دوم هر عددی رو محاسبه بکنیم. این روش فوق‌العاده است، اما برای یادگیری این روش ما نیاز به یه سری ابزار کار داریم. اعدادی که اینجا میبینید توان دوم عدد 1 تا 9 ابزار کار شما برای یادگیری این روش و برای استفاده از این روشه. بچه شما لازم دارید که توان دوم اعداد 1 تا 2 رو یاد بگیرید. حالا یه نکته، ما توی این ویدیو قراره که یاد بگیریم چجوری جذر و ریشه دوم هر عددی رو محاسبه کنیم. من قبلا یک ویدیویی رو ضبط کردم که توی اون ویدیو به شما آموزش دادم چطوری بتونید توی کمترین زمان ممکن با یه روش فوق‌العاده توان دوم هر عددی رو محاسبه کنید که الان بالای این صفحه برای شما میادش. حتما اون ویدیو رو کلیک کنید و ببینید که یاد بگیرید چجوری توی کمترین زمان ممکن توان دوم اعداد رو محاسبه کنید. اما توان دوم اعداد 1 تا 9 ابزار کار شما برای یادگیری روش فوق سریع محاسبه ریشه دوم یا رادیکال یا جذر هر عددیه. بچه ها این اعداد رو شما باید حفظ باشید یا بلد باشید. در واقع توان دومشون را نکته ای که هست، اعدادی که زیر اونها خط کشیده شده در حاصل اعداد مهم و کلیدی برای ما هستن. چرا؟ چون توی این روش و محاسبات برای ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن که الان ضمن یادگیری روش خودتون میبینید که چقدر مهمه. خیلی خب، بریم سراغ روش. فرض بکنیم من بخوام که مثلا جذر 576 رو محاسبه کنم. بخوام ببینم که رادیکال 576 میشه چند، چه حاصلی داره. خب من میدونم 576 جذرش معادل 24 هستش. شما میتونید همین الان توی ماشین حساب خودتون بزنید و عدد 24 رو به دست بیارید. جذر 576 مطمئنن میشه 24. اما بچه ها یه نکته ای هست، جذر هر عددی رو که شما میخواید محاسبه کنید یادتون نره که شما ابتدا به ساکن 2 تا انتخاب دارید. حاصل شما 24ه، بله، اما از اونجایی که میخواید جذر رو محاسبه کنید حاصل جذر همیشه 2 تا احتماله، یا مثبت اون عدده و یا منفی اون عدد. چرا؟ چون میدونم جذر عکس توان 2 عدد دیگه، درسته؟ من وقتی دارم جذر یه عدد رو محاسبه میکنم یعنی دارم میبینم که اول چه عددی بوده که به توان 2 رسیده شده این عددی که زیر رادیکاله. خب بچه ها توی توان دوم هم مثبت عدد میتونه باشه و هم منفی عدد. چرا؟ چون توان دوم یعنی 2 بار ضرب کردن اون عدد در خودش دیگه، یعنی 24 ضرب در 24. پس اگر منفی 24 هم باشه، منفی در منفی میشه مثبت و باز هم همین نتیجه رو به من میده. سو شما همیشه 2 تا انتخاب دارید، این رو فراموشتون نشه. منتها توی اون مسئله‌ای که دارید حل می‌کنید، در جریان مسئله شما بسته به اقتضای مسئله‌تون تعیین می‌کنید که حاصل مورد نیاز شما، حاصل مد نظر شما توی اون مسئله به خصوص آیا جواب مثبت یا جواب منفی. این نکته رو پس داشته باشید. خب اما گفتم که میدونم حاصل 24، شما هم حتما توی ماشین حساب الان این رو محاسبه کردید. اما برم ببینم که این 24 رو با اون روش معرکه‌ای که بهتون گفتم چجوری باید محاسبش کنم. خب رفقا، حالا 576 رو که میخوایم محاسبه کنیم، الان من به عدد 6 دقت میکنم که اولین عدد از سمت راست هستش
میام چک میکنم، حالا توی ذهنتون البته بررسی میکنیم که حاصل توان دوم کدوم یک از اعداد یک تا نه در حاصل خودش 6 داره. یعنی همین ارقامی که ما زیرشون خط کشیدیم که گفتیم نقش مهمی رو ایفا میکنن، همونطور که میبینید 4 توان دومش در حاصل 6 داره، 6 هم توان دومش در حاصل 6 داره. پس اینجا برای عدد 6 من 2 احتمال دارم، یا میتونه حاصلش 4 باشه یا میتونه حاصلش 6 باشه. اما اینکه کدوم یک از این 2 عدد رو من باید انتخاب بکنم، این چیزیه که در ادامه حاصل واسه من مشخص میشه. پس من تا اینجا میدونم که با توجه به این 6 2 احتمال برای این عدد وجود داره. برای کارکتر اول از سمت راستش 2 احتمال دارم، یا 4 و یا 6. خیلی خوب، حالا این 2 عدد رو کلن کنار میذارم، میام سراغ این عدد و با این عدد کار میکنم. عدد 5 رو نگاه میکنم، توی کدوم یکی از اعداد من حاصل کمتر و تا حد ممکن نزدیک به 5 هست؟ دقت کنید، حاصل کمتر و تا حد ممکن نزدیک به 5 باشه. عدد 2 که توان دوم شده 4 و 4 هم از 5 کمتره و تا حد ممکن به 5 نزدیکتره. 3 به توان 2 شده 9 که 9 خیلی از 5 بزرگتره. پس من از اینجا به بعد کاری ندارم، با 2 کار میکنم که حاصل توان دوم شده 4، 4 هم از 5 کمتره و هم تا حد ممکن به 5 نزدیکتر. پس اینجا حاصل 2 حاصل جذر 5 احتمالاً عدد 2 خواهد بود. خیلی خوب، میدونم که اینجا عدد 2 رو دارم. حالا کاری که باید بکنم، این 2 رو که از اینجا به دست آوردم میارم در اولین عدد ما بعد خودش، یعنی عدد 3 ضرب میکنم. پس چی شد؟ 2 رو به دست آوردم، دیدم که حاصل 2 به توان 2 شده 4 که 4 به 5 نزدیکه و کمتر. پس 2 رو انتخاب میکنم. حالا 2 رو که اینجا به دست آوردم رو میام در اولین عدد بعد از خودش که 3 باشه ضرب میکنم. حاصل این ضرب میشه 6. کاری که اینجا باید بکنم، حواست رو متمرکز کن با من باش، ببین اینجا میخوام چی کار بکنم. حاصلی که اینجا به دست آوردم 6 رو میام با اولین عدد خودم یعنی 5 مقایسه میکنم. 5 از 6 بزرگتر یا کوچیکتر؟ دقیقاً 5 از 6 کوچیکتره. پس چون 5 از 6 کوچیکتره، بین این 2 عدد 4 و 6 رقم کوچیکتر رو انتخاب میکنم که باشه 4. نتیجتاً رادیکال 576 حاصلش 24 خواهد شد. یه روش بی‌نظیر، یه روش فوق‌العاده. خب شاید بگی که بابا تو 4 ساعت داشتی توضیح میدادی. آره عزیزم، من 4 ساعت توضیح دادم چون میخواستم گام به گام واسه برم جلو، گام به گام من رو همراهی کنی که قشنگ مسلط بشی به مبانی روش. حالا بریم یه مثال دیگه با هم حل کنیم. اینجا اینی که چقدر راحت‌تر و سریع‌تر و باحال‌تر پیش میریم. فرض کنید بخوام جذر 1849 رو محاسبه بکنم، اصحایی میکنم. فرض کنیم بخوام 1849 رو جذرش رو محاسبه بکنم. پس اینجا باز هم مثل روش قبل میام اولین کارکتر از سمت راست رو مد نظر قرار میدم، یعنی عدد 9. نگاه میکنم که عدد 9 در کدوم یک از توان دوهای من وجود داره. عدد 9 در 7 وجود داره و در 3. درسته؟ عدد 9 در 7 وجود داره و در 3. پس احتمالات من برای این عدد یا 3 و یا 7. من میبایست ما بین این دو عدد یک انتخاب داشته باشم. بسیار خوب، اما برای اینکه مشخص بشه ما بین این دو عدد کدوم رو باید انتخاب کنم، باز هم میام این دو عدد رو میگذارم کنار، حذف میکنم برای خودم، 18 رو مد نظر قرار میدم. رفقا توان دوم کدوم یکی از اعداد حاصلش، توان دوم کدوم یکی از اعداد 1 تا 9 که اشاره کردم خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنن توی این روش،
کدوم یکی حاصلش هم از 18 کمتره و هم نزدیک به 18. بعد عدد 4 که حاصلش شده 16، هم از 18 کمتره و هم فوق العاده به 18 نزدیکه. پس عدد 4 رو انتخاب میکنم به عنوان کارکتر اول جواب خودم. بسیار خوب، گفتم میام عدد 4 رو در اولین رقم ما بعد خودش یعنی 5 ضرب میکنم، حاصل 20. 18 از 20 کمتره یا بیشتره؟ کمتره. پس عدد کوچیکتر رو انتخاب میکنم، پس حاصل 43 به همین راحتی. فوق العاده روش معرکه ایه. بچه ها میبینید که این روش خیلی خوب داره جواب میده. هر عددی رو که من اینجا محاسبه میکنم برای اطمینان خاطر خودت برو بزن توی ماشین حساب چک بکن، هیچ اشکالی نداره. بریم یه مثال دیگه با هم دیگه داشته باشیم. 3364 بود. بله 3364 رو من میخوام محاسبه کنم که جذرش میشه چی. خیلی سریع، خیلی راحت، خیلی قشنگ دوباره بریم با هم دیگه بپردازیم بهش. آقا 4 توی کدوم یکی از اعداد 4 دارم؟ فقط 2. بله خیلی خوب، 2 رو نگه میدارم. پس این اصلا مشخص شد دیگه، چون 4 رو آها 4 هم تو 2 دارم، هم توی 8، هم توی حاصل 8 و 4 دارم، هم تو حاصل 2. پس بین 2 و 8 باید یکی رو انتخاب بکنم. اما کدوم؟ گفتم این دو عدد رو میذارم کنار، میام سراغ این. آقا 33 حاصل توان دوم کدوم یکی از عددا به 33 نزدیکتره و کمتر؟ بیشتر نباشه ها، کمتر و نزدیکتر تا حد امکان. فقط 5 دیگه، چون عدد 6 شده 36 و بزرگتره. خب به کار من نمیاد، باید کوچیکتر باشه. پس 5 رو انتخاب میکنم. 5 رو در اولین عدد بعد از خودش یعنی 6 ضرب میکنم، میشه 30. آقا 30 از 33 کوچیکتره یا بزرگتر؟ کوچیکتره. عوض میخوام، 33 از 30 کوچیکتر یا بزرگتر؟ 33 از 30 بزرگتره. پس عدد بزرگتر رو انتخاب میکنم، پس حاصل 58 به همین راحتی، به همین زیبایی، به همین درجه یکی. بریم یه مثال دیگه حل بکنیم ببینید چقدر این روش قشنگ جواب میده روی اعداد مختلف. میخوام آخرین مثال رو یه مثال خیلی جالب واسه حل بکنم. آقا 20 25، بریم ببینیم حاصلش چی میشه. آقا 5 تو کدوم یکی از اعداد هست؟ تو توان دوم کدوم یکی از اعداد هست؟ فقط 5. 5 فقط توی توان دوم 5 ظاهر شده. خیلی خوب، 25 رو میذارم کنار. آقا 20 توی کدوم یکی، توان دوم کدوم یکی از این اعداد هست که هم کمتره و هم نزدیکتر؟ فقط 4ه، چون 5 به توان دوم میشه 25، بزرگتر رو کار ندارم. پس اینو میگیرم 4. در اولین عدد بعد خودش ضرب میکنم که باشه 5، میشه 20. میبینی؟ تو اینجا هیچ انتخاب دیگه غیر از 5 نداشتی و دقیقا حاصل 4 ضرب در 5 هم شد 20 که 20 با 20 مساویه. پس نتیجتا تو یک انتخاب هم داری، هم از اینجا واسط انتخاب شد که تو فقط اثبات شد که تو فقط یک انتخاب داری، و هم اصولا از ابتدا به ساکن کار فهمیدیم که ما فقط یک انتخاب داریم. پس حاصل این جذر 45 به همین زیبایی. امیدوارم که حسابی از این ویدیو لذت برده باشین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین، اگر محتواش رو پسندیدین، اگر براتون مفید فایده واقع شد، حتما این ویدیو رو لایک کنید دوستان، چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید، و اگر دوست داشتید و پسندیدید این ویدیو رو حتما لینکش رو برای رفقاتون شیر کنید تا اونها هم بیان ببینن، استفاده کنن و لذت ببرن. امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کنم هرچه بهتر، سریعتر و جذابتر محاسبات ریاضی رو انجام بدید و دیگه توی محاسبات ریاضی کلافه نشید. ریاضی فوق‌العاده شیرینه به همین سادگی. امیدوارم که لذت برده باشید. تا یه ویدیوی دیگه، دوستتون دارم. یا علی.